اما بیشترین ضربه رو ما در رابطه با افت ناگهانی، در رابطه با عفونت و انگل ها داریم. سلام، امروز میخوام در رابطه با علل افت ناگهانی تولید تخم مرغ در مرغان تخم گذار نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید تولید تخم مرغ برامون اهمیت بسیار زیادی داره، چون تمامی سرمایه های خودمون رو در رابطه با تولید تخم مرغ روی دان گذاشتیم و روی در واقع پولت ها گذاشتیم، روی جوجه های تخم گذار گذاشتیم. اینها رو باید حتما مدیریت کنیم که علت هاش رو حتما باید ارزیابی کنیم و بتونیم در رفع آن کوشا باشیم. اما بعضی وقتا به شدت تولیدمون پایین میاد و علتش رو حتما باید ما جستجو کنیم و این هم عللی داره که اینها رو خدمت دوستان عزیز بیان میکنم. سه تا عامل رطوبت، دما و حرارت رو اول باید ما چک کنیم دوستان. اینها رو به صورت روتین در تمامی مرغداری های تخم گذار، گوشتی، بوقلمون، بلدرچین و همه جا اگر خواستیم ما تخمی رو تولید کنیم حتما باید اینها رو در واقع در سالن خودمون و فارم خودمون رعایت کنیم. اما بیشترین ضربه رو ما در رابطه با افت ناگهانی، در رابطه با عفونت و انگل ها داریم. اگر میزان عفونتمون در فارممون بیشتر باشه یا انگل های داخلی و خارجیمون در مرغ های تخم گذار بالاتر باشه، ما بیشترین افت رو حتما در تولید تخم مرغ خواهیم داشت. مورد بعدی بحث عفونت های ویروسی است یا بیماری های ویروسی مثل نیوکاسل، مثل برونشید. اینها باعث میشن اصلا تخم مرغ ها درست در واقع بیرون نیان، دفرمه بشن، ضعیف بشن، تخم مرغی ما در واقع نداشته باشیم. اینم افت ناگهانی در رابطه با بیماری های ویروسی است که حتما دوستان باید خیلی سریع این رو بررسی کنن، داروهای لازم رو بدن و واکسن های لازم رو هم قبلا حتما باید اینها رو بدن و چک کنن. نکته بعدی در رابطه با افت ناگهانی تولیدمون، برق رفتگی و افت ناگهانی دماست. اگر ما به مدت طولانی بین 3 4 5 ساعت دمامون به شدت پایین بیاد، اینم از طریق همون رطوبت سنج ها و دما سنج هایی که در داخل سالنمون تعبیه کردیم از روی اینها متوجه میشیم و از در واقع کارگر مرغداریمون اینها رو پرسجو میکنیم که در واقع دچار مشکل نشیم. این افت برامون اهمیت خیلی زیادی داره. نکته بعدی در رابطه با قطعی آب به مدت چند ساعت هست که مشکلات خیلی زیادی رو در مرغداری ها، خصوصا مرغداری های تخم گذار برامون ایجاد میکنه. دوستان ببینید، اگر آب بدن مرغ به شدت پایین بیاد، دما هم بالا بره، یعنی در دمای بالا ما آبمون هم قطع بشه، این آب، قطعی آب و پایین آمدن شدید تخم مرغ ممکنه هفته ها طول بکشه این جبران بشه و ممکنه هم جبران نشه. حتما باید این نکته رو دوستان در رابطه با افت ناگهانی تولید تخم مرغشون رعایت کنن. نکته بعدی که خیلی مهم هست، سر و صدای زیاد هست. سر و صداهای ناگهانی، پارس سگ، نمیدونم ورود حیوانات به داخل سالن یا تعمیراتی که در اطراف سالن ها و فارم ها صورت میگیره شبانه، اونم شبانه اگر این اتفاقات بیفته، به شدت در واقع استرس وارد میکنه به فارم خودمون. ما دچار مشکل میشیم و افت ناگهانی تولید تخم مرغ رو حتما خواهیم داشت. مورد بعدی واکسیناسیون هست، اونم واکسیناسیون به صورت خشن. دوستان متوجه باشید و توجه کنید که اگر عملیات واکسن رو بخوایم در فارم خودمون حتما در واقع انجام بدیم، باید نکات ایمنی، نکات بهداشتی، آرامش رو در سالن خودمون ایجاد کنیم. با سر و صدای زیاد و با گرفتن‌های خشن، با واکسیناسیون خشن، در واقع تولیدمون به شدت پایین میاد. نکته بعدی نوک‌سوزی یا نوک‌چینی در حین تولید هست. اگر ما در حین تولید بخوایم نوک‌سوزی انجام بدیم یا نوک‌چینی انجام بدیم، به شدت به مرغ استرس وارد میشه و ما افت تولید رو حتما خواهیم داشت. اینم دوستان در فارم خودشون حتما رعایت کنن. نکته بعدی در رابطه با افت تولیدمون، بحث ضعیف بودن جیره ماست. دوستان سعی کنید جیره هایی که به
در واقع مرغان خودتون میدید این جیره ها استاندارد باشه، تمامی در واقع مواد معدنی، ویتامین، پروتئین، اسیدهای آمینه، کربوهیدرات ها همشون در جیره ما رعایت بشه و بتونیم در واقع تخم مرغ خوبی رو داشته باشیم. نکته بعدی در رابطه با جیره، این رو هم خدمت دوستان بگم، تغییرات ناگهانی جیره است. یهو میبینید ما مثلا 400 کیلو سویا رو یهو 200 کیلو کردیم و به جاش یه چیز دیگه اضافه کردیم، یا ذرتمون رو به شدت پایین آوردیم و به جاش جو اضافه کردیم. اینها رو اگر ما به صورت ناگهانی وارد کنیم و در جیره پیور خودمون اینها رو انجام بدیم، دچار استرس در واقع غذایی میشن و به شدت تولیدمون کاهش پیدا خواهد کرد. دوستان سعی کنید در فارم خودتون این مسائل رو حتما رعایت کنید. اگر همه این نکاتی که خدمت شما دوستان عرض شد اینها رعایت بشن، در واقع کیفیت تخم مرغ خوبی خواهید داشت، سالن با آرامش و پر آرامشی رو برای مرغان خودتون ایجاد خواهید کرد و استرس ها از بین خواهد رفت، جیره بالانس شده ای را در اختیار مرغان خودتون قرار خواهید داد و تخم مطلوب و تخم مرغ با کیفیت بالاتر با وزن بیشتری رو هم برداشت خواهید کرد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در این زمینه داشتید حتما برامون ارسال کنید و کامنت کنید تا در اسرع وقت براتون پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.